درود به همگی، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ایفلکس فیتنس. امیر هستم با تازه ترین های بدنسازی. اولین خبری که امروز براتون دارم، آخرین آپدیت بدنی دریک لانسفورد، قهرمان مستر اولمپیای سال گذشته، در دوران استراحت خودش هست. دریک لانسفورد چند روز پیش فیلمی رو توی اینستاگرام خودش منتشر کرد که داشت راه میرفت و عضلات پشتش رو نمایان کرد. میشه گفت که عضلات پشتش به مراتب بزرگتر از سال گذشته میخورد باشه و تونسته یه سایز بیشتر رو هم بگیره و همه ما میدونیم که نقطه قوت دریک لانسفورد عضلات لت و عضلات پشتی اون هست، ولی با این حال باز هم پیشرفت کرده نسبت به سال گذشته. توی این ویدیو بدن دریک رو میشه توی زاویه‌های مختلف دید و داره پوزا و فیگورای مختلفی رو امتحان میکنه و به مراتب از همیشه بزرگتر و پرچگالی تر به نظر میرسه. فکر میکنم که توی این ویدیو دریک لانسفورد توی دوران اوج آف سیزن خودش به سر میبره و وزن تقریبی 260 پوند رو شاید داشته باشه. میشه گفت که تقریبا 118 تا 120 کیلو میتونه باشه توی این تصاویر. دریک پیشرفت خیلی خوبی رو داشته از نظر سایز و چگالی عضله، ولی چیزی که میشه گفت دریک سایز زیادی احتیاج نداشت نسبت به سال پیش. سال پیش اومد و تونست هادی چوپان رو شکست بده و مستر اولمپیای سال گذشته شد، ولی که دریک لانسفورد بهترین عضلات و حجیم ترین عضلات پشت رو داشته و تنها ایرادی که به دریک لانسفورد میشد گرفت عضلات روبرو، عضلات سینه، عضلات شونه، اون ریز جزئیات عضلات بازو و دستای اون بود که باید روی اونا کار کنه و دریک لانسفورد به سایز احتیاج نداشت، نیاز داره که جزئیات بیشتری رو به بدنش اضافه کنه، مخصوصا توی فیگورای روبرو. عضلات سینه احتیاج داره که پخته تر شه، فیبر عضلانیش بیشتر شه و اگه این اتفاق برای دریک لانسفورد بیفته به مراتب از سال گذشته هم میتونه خطرناک تر شه. کماکان بزرگترین رقیب دریک لانسفورد هادی چوپان هست، کسی که ما توی آرنولد کلاسیک اوهایو و آرنولد کلاسیک بیرمنگان دیدیمونو که به مراتب پیشرفت کرده بود. هادی از همیشه بهتر اومده بود، کاتو کاندیشنینگ فوق‌العاده‌ای رو داشت و اگه دریک لانسفورد بخواد عنوان قهرمانی خودش رو تکرار کنه، باید از نظر کاتو کاندیشنینگ مخصوصا توی فیگورای روبرو به هادی نزدیک شه. اگه دریک همینطوری بخواد افزایش سایز و چگالی رو داشته باشه، خب اون ماهیچه‌ها جدید هست و نیاز داره که پخته تر شه و فیبر عضلانی رو به خودش بگیره. نمیدونم که برنامه دریک لانسفورد و هانی رمباد چی هست، ولی دریک لانسفورد سایز زیادی رو احتیاج نداره و احتیاج داره که حسابی بدنش وزن خور بشه، مخصوصا عضلات سینه، شونه، دستا و حتی عضلات شکم و جلوی پای اون احتیاج داره که فیبر بیاد. دریک لانسفورد از نظر روبرو کاتو کاندیشنینگ پشت رو نداره و توی پشت بهترین فیگورا رو از خودش به نمایش میذاره. امروز ما کمتر از 3 هفته رو داریم تا مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که بدنسازای سطح 1 دنیا، سطح 1 مستر اولمپیا، برای اجرای فیگورای افتخاری اونجا میرن و بدن خودشون رو نشون میدن. امسال ما بیگرامی رو اونجا خواهیم داشت، نیک واکر رو خواهیم داشت. دریک لانسفورد قهرمان مستر اولمپیای سال گذشته هست اونجا و برای من خیلی جالبه دو تا مستر اولمپیا رو ما اونجا روی استیج داریم و باید ببینیم که بیگرامی کنار دریک لانسفورد چه جوری بدنش دیده میشه. آیا بیگرامی بازگشت قوی رو خواهد داشت؟ میتونه دوباره جز 5 نفر برتر مستر اولمپیا باشه؟ این جواب ما میتونیم 3 هفته دیگه بگیریم. توی کامنت ها برای من بنویسید به نظر شما دریک لانسفورد به سایز بیشتری احتیاج داره و اینکه نظر شما در مورد بیگرامی چیه. بیگرامی میتونه بازگشت قوی رو داشته باشه و جز نفرات برتر مستر اولمپیای 2024 باشه؟ توی کامنت ها نظرتون رو برای من بنویسید. خبر بعدی که براتون دارم در مورد مسابقات پیتسبورگ پرو هست و فیگورای افتخاری که بدنسازای مطرح قرار اونجا بگیرن. ارس کالسینسکی آخرین مهمانیه که دعوت شده برای اجرای فیگورای افتخاری خودش روی استیج پیتسبورگ پرو و بلافاصله بعد از این اطلاعیه کوری خونی رو برای سیبام کریس بامست شروع کرده و توی کپشن استوری نوشته که سیبام get your shirt off we want to see you on the stage posing hashtag talk is cheap. در واقع داره میگه که کریس بامست لباستو در بیار، ما همه میخوایم تو رو روی اون استیج ببینیم که داری فیگورای افتخاری خودتو میگیری. و توی هشتگ هم نوشته که حرف مفته، باید عمل کرد. این به نظر میاد که یه کوریخونی خیلی مستقیم و خیلی با جهت برای کریس بامست هست. این اولین بار اورس کالسینسکی نیست که داره برای سیبام کوری میخونه. قبلا هم توی اولمپیا تیوی کوریو خونده بود برای سیبام که گفته بود که باید لباستو در بیاری.
آخرین باری که ما اورش کالسینسکی و کریس بومسه رو کنار هم دیدیم درست بعد از آرنولد کلاسیک اوهایو بود، جایی که رامون دینو و اورش کالسینسکی با هم رقابت داشتن توی مسابقه آرنولد کلاسیک اوهایو و بعدش یک سمینار توری بود که اونجا کریس بامسد، اورش کالسینسکی و رامون دینو حضور داشتن و داشتن با هم دیگه تمرین میکردن و در این حال بدن رامون دینو و اورش خیلی آماده بود، در صورتی که میشه گفت که کریس بامسد هودی دتن داشت و چیزی از فیزیک اون ما ندیدیم و در واقع این انتظار رو هم از کریس بامسد نداشتیم که بخواد هودیشو در بیاره، چون که اورش و رامون هر دو توی شرایط مسابقه بودن و کریس بامسد توی دوران استراحت خودش بود و در واقع فیلم و عکس هم چیزیه که برای همیشه میمونه. اگه کریس بامسد اونجا لباسشو در می آورد شاید رامون دینو و اورش کالسینسکی از اون برتری داشتن از نظر کات و کاندیشنینگ و آمادگی بدنی، برای همینم ما کریس بامسد رو فقط با هودی دیدیم. خب برگردیم سراغ مسابقه پیتسبورگ پرو و فیگورای افتخاری قهرمانان حرفه‌ای. ما اونجا هر ساله کریس بامسد رو به عنوان مهمان ویژه داریم ولی تا به حال کریس بامسد روی اون استیج فیگورای افتخاری خودشو نگرفته و هر سری که شرکت میکنه در واقع به عنوان یک قهرمان حضور داره و اونجا سمینار میذاره، با فناش صحبت میکنه، عکس و امضا میده. مهمانای ویژه‌ای که امسال قراره توی مسابقه پیتسبورگ پرو حضور پیدا کنن به ترتیب هانتر لبرادا، سامسون داودا، بیگ رامی، دریک لانسفورد قهرمان مصر اولمپیا، نیک واکر، اندرو جک و کریس بامسد هست که به تازگی اورش کالسینسکی هم به جمع این مهمانان اضافه شده و تنها کسی که فیگور افتخاری روی اون استیج نمیگیره کریس بامسد هست. همونجور که به شما گفتم ما اونجا دوتا مصر اولمپیا رو داریم، بیگ رامی و دریک لانسفورد، و خیلی خفن میشه اگه کریس بامسد به عنوان پادشاه کلاسیک فیزیک لباسشو در بیاره و کنار بیگ رامی و دریک لانسفورد به عنوان مستر اولمپیا فیگور افتخاری بگیره. این میتونه خیلی جذاب باشه و هایپ زیادی رو هم به پا کنه. بخش فیگورای افتخاری مسابقه پیتسبورگ پرو خیلی جذاب میتونه باشه. من خیلی مشتاقم که بیگ رامی رو امسال اونجا ببینم. بیگ رامی سالهای گذشته که دعوت شده بود حضور پیدا نکرده بود و امیدوارم امسال همه رو سرفکنده نکنه و حضور پیدا کنه و میشه گفت که 3 هفته دیگه ما میتونیم بفهمیم که بیگ رامی توی چه جایگاهی وایساده، شرایط بدنیش چجوریه، آیا میتونه یه کامبک خوبو داشته باشه، یه بازگشت قدرتمندو داشته باشه یا که نه. همچنین من خیلی دوست دارم اونجا نیک واکر رو ببینم. 3 هفته دیگه نیک واکر قراره که اونجا فیگورای افتخاری خودشو بگیره و بلافاصله بعد اون، 1 هفته بعد اون، مسابقه نیویورک پرو رو داره که باید اونجا قهرمان شه و عنوان خودشو از تونیو بورتون پس بگیره و جواز المپیای خودشو برای 2024 رزرو داشته باش. خیلی جالب میتونه باشه که اونجا نیک واکر در واقع توی پیک ویکش هست. من خیلی دوست دارم که دریک لانسفورد رو ببینم که با این حجمی که بالا گذاشته کنار ورزشکارای حجیم دیگه مثل بیگ رامی، مثل نیک واکر چطور به نظر میرسه. و همچنین اندرو جک تو اونجا ما بالاخره میتونیم ببینیم. ما خیلی وقتی که از اندرو جک خبری نداریم، آپدیتی رو از خودش منتشر نمیکنه و میشه گفت که 3 هفته دیگه میتونیم ببینیم که اندرو جک توی چه شرایطی به سر میبره. به نظر من اندرو جک یکی دیگه از اون ورزشکارایی که حسابی میتونه پیشرفت کرده باشه. اون تایم زیادی رو آف کرده و دوران استراحت و دوران میشه گفت که عضلسازی خوبی رو داشته. اگه اندرو جک تونسته باشه که اون عضلات پشتی که احتیاج داره رو بالا بذاره، یکم چگالیشو بیاره بالاتر، به نظر من میتونه جز 5 نفر برتر مصر المپیای 2024 باشه و میتونه تهدید جدی برای کسی مثل سامسون داودا باشه. خیلی دوست دارم که سامسون داودا، اندرو جک و بیگ رامی رو کنار هم روی اون استیج من ببینم 3 هفته دیگه. شما چی فکر میکنید دوستان؟ به نظر شما کریس بامسد و ما میبینیم که بخواد فیگور افتخاری با اورش کالسینسکی بگیره روی استیج پیتسبورگ پرو، یا اینکه فکر میکنید که دریک لانسفورد از همیشه حجیم‌تره و بهترین بدن اون استیج خواهد بود، یا نیک واکر 1 هفته مونده به مسابقه نیویورک پرو میتونه از همه بهتر باشه؟ نظرتون رو توی کامنت ها واسه من بنویسید. خبر بعدی که براتون دارم آخرین آپدیت رافائل براندو در زمان استرا
راحت هست. رافائل براندو بعد از یه آف سیزن طولانی توی مسابقه آرنولد کلاسیک اوهایو شرکت کرد و یکی از بهترین بدنهای روز خودش رو به ما نشون داد. از نظر حجم، چگالی، کات و کاندیشنینگ رافائل فوق‌العاده بود و از همیشه بهتر ظاهر شد. رافائل اونجا بعد از سمسون دادا توی جایگاه سومی ایستاد و چند هفته بعد مسابقه آرنولد کلاسیک برزیل رو شرکت کرد و به مراتب میشه گفت که کات و کاندیشنینگش پس رفت داشت و اون رافائلی که توی اوهایو بود نبود. با این حال تونست تونیو بورتون رو شکست بده و قهرمان اون استیج بشه و جواز المپیای خودش رو رزرو کنه. باید ببینیم که رافائل براندو چه پکیجی رو توی المپیای امسال میخواد از خودش به نمایش بذاره. رافائل براندو اگه مثل رافائل آرنولد کلاسیک اوهایو بیاد، به نظر من میتونه جز 10 نفر برتر باشه. ولی اگه کات و کاندیشنینگش به مسابقه آرنولد کلاسیک برزیل نزدیک باشه، من اون رو توی 10 نفر نمیبینم و فکر کنم که جز 15 نفرم شاید نباشه، چون که مستر المپیای امسال به مراتب رقابتی تر از سالهای گذشته خواهد بود. ما اونجا پدیده‌های جدیدی رو داریم که وارد مستر المپیا شدن و حسابی چالشی میشه برای کسی مثل رافائل براندو. از نظر سایز، تقارن و تناسب، رافائل براندو یکی از ورزشکارایی که حسابی توی سالهای گذشته پیشرفت داشته و میتونه از نظر سایز به خوبی به چشم میاد. ولی ما اونجا هانتر لبرادا رو داریم امسال، اندرو جک رو داریم، سامسون داودا رو داریم و ورزشکارای خیلی خوب دیگه ای هستن که حسابی میتونن کارو برای رافائل براندو سخت کنن. رافائل براندو در کنار سایز و چگالی عضلی که آورده، باید کاندیشن تر از همیشه بیاد اگه میخواد جز 10 نفر برتر باشه. این بود از اخبار امروز. مرسی از همه شما که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این برنامه هم تونسته باشه نظر شما رو به خودش جلب کنه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.